برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که تغییرات اقلیمی خارج از کنترل است، زیرا تجزیه و تحلیل غیر رسمی داده ها نشان می دهد که میانگین دمای جهان در 7 روز منتهی به چهارشنبه گرمترین هفته است که ثبت شده است. گوترش با اشاره به شکسته شدن رکوردهای دمای جهان در هفته گذشته هشدار داده که تغییرات اقلیمی به سمت وضعیت فاجعه باری در حرکت است. بر اساس داده های جمع‌آوری شده توسط مرکز ملی پیشبینی محیط زیست امریکا، میانگین دمای هوای جهانی در روز سه‌شنبه هفته پیش 17.18 درجه سانتیگراد بوده که از رکورد 17.1 درجه سانتیگراد که در روز دوشنبه به ثبت رسیده بود فراتر رفت. سید حیدر الحجار الموسوی از اعضای دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در نجف اشرف در کنفرانسی که توسط کمیسیون عالی حل منازعات عشایری عراق در حرم مقدس علوی برگزار شد شرکت کرد. این همایش برای افزایش آگاهی در مورد مضرات و مفاسد مواد مخدر و مفاسدی که در جامعه ایجاد می کند برگزار شد. سید الحجار در این کنفرانس خطاب به جوانان عراقی برخی از توصیه‌های مهم آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با مضرات و مفاسد مواد مخدر را بیان کرد. تیراندازی در داخل مسجدی در منطقه بقعه لبنان در روز جمعه 16 تیر دست کم 1 کشته و 5 مجروح بر جای گذاشت. یک مقام امنیتی لبنان گفته که تیراندازی در هنگام اقامه نماز رخ داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشته است که این تیراندازی در شهر شرقی بر الیاس رخ داده است. برخی منابع لبنانی گفتند که در این واقعه 2 نفر کشته شدند. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داده که پس از تیراندازی در مسجد، تیراندازهای متقابل بیشتری میان سربازان لبنانی و فرد مهاجم رخ داد که به مجروح شدن مهاجم منجر شده است. سرویس مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که نیروهای این سرویس به دستور محمد شیا از سودانی، نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور علیه مواضع سنی های تندروی داعش حمله ای هوایی انجام دادند. در این حمله که در شهرستان عدبس از توابع بخش اتون الکوبری در استان کرکوک عراق انجام شده است، 5 تروریست داعشی به هلاکت رسیدند. در بیانیه نهاد عراقی آمده که عبدالوهاب الساعدی رئیس سرویس مبارزه با تروریسم عراق شخصا بر این عملیات نظارت داشته است. در آستانه عید الله اکبر، عید سعید قدیر، 100 جوان عراقی با حمایت آستان مقدس حضرت علی علیه السلام آغاز زندگی خود را در صحن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جشن گرفتند. در این مراسم که با حضور سید عیسی الخرسان تولیت این آستان برگزار شد، 100 جوان از خانواده ایتام و آبرومند ازدواج کردند.